سلام برای بچه، اینجا کانال ما دوتا است و خوش اومدیم به کانال ما. سلام، خوش اومدی. آقا من همین اول کار یه خبر بد میخوام بهتون بدم. نگار دیگه نمیتونه از ویدیوهای بد با ما همراهی کنه، خودش هم نمیدونست معلو این خبر بهش دادم. چرا؟ دوست داری همراهی کنی؟ من میخوام باز خودم کنم بزنم. شوخی کردم، شوخی کردم، قربونت برم. میخواستم ببینم من باز خودم کنم عکس العملش چطوره. من واسه خودم تو نواشی اصلا نمیشه کرد. من فقط تو، همه چیم تو، عشقم تو، عمرم تو، زندگیم تو. دیگه خراب کردی. پسر گلم، پسر گلم هم احتمالا وسط کار میاد. حالا یکم حال نداره، اونجا لش کرده و دراز کشیده، حالا وسط آهنگ شاید بیاد، نمیدونم. حال داشته باشه بیاد. آره. و برای بچه امروز بخواییم به کلافگی دو ریاکشن بریم. پیش رو کلافگی یک، کلافگی یکش. راستش من خیلی حال میکردم باش. تو چطور؟ تو با چی پیش رو حال نمیکنی؟ با همه چی، پیش رو عشق. من 5 سالم بود، 17 سال، 18 سال. اصلا رپرهای قدیمی رو من با همشون زندگی کردم. 17 18 سالم بود. اصلا رضا پیشرو رو گوش نمیدادم. اصلا، یعنی یادم میلاد و خواهر 18 سالت بود. داره کلاس میذارم مثلا من بچه بودم ازدواج کردم. خب خب داش. الانم بچه. خب داداش. گوش بده. بذار حرفم تموم شه. بفرما. 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 یادم میلا عاشق پیشرو بود، خواهرش عاشق پیشرو بود، من اصلا دوست نداشتم. بعد اینقدر اینا گوش دادم من دیوانه‌وار عاشق پیشرو شدم. خیلی دیگه الان، یعنی کم سعادت بود که دوست نداشت. اصلا خب میدونی گوش نداده بود. آره راست میگه. حالا از شوخی گذشته، کلن تو این وادی ها نبود، ولی با آوردیمش تو این وادی ها. از اون به بعد دیگه معتاد. آقا یه چیز دیگه، پیشرو هم اتفاقا یه جورایی میشه گفت همسایه‌مونه. آره دیگه، همسایه‌مونه دیگه، یه جورایی. چطور؟ همسایه‌مون نیست. آره. و یه نزدیکیم هم. اونقدر همسایه میشه چسبیده. آره. آره چسبیده نیستیم ولی نزدیکیم هم. چند روز پیش هم دیدیمش، اون عکسی هم که روی کاور کار دیدین، همون عکسی که چند روز پیش با هم گرفتیم. آقا چندین بار ما میبینیمش، خب پیش رو، ولی اصلا روم نمیشد بگم من اصلا دوست ندارم. آقا بیا با هم یه عکس بگیریم. من اصلا دوست ندارم. دقیقا همیشه میگه که مثلا داره زندگی عادیشو میکنه دیگه، مزاحمش نشیم. منم حق میدم بهش، ولی این دفعه دیگه نشد. گفتم آقا باید عکس رو بگیریم. دویدم دنبالش، گفتم آقا آقا آرزا آرزا وایسا 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 یه عکس با هم بگیریم. رضا هم واقعا آدم خیلی باحال و مردمی و بحچرب شده مردمی از این خیلی مثل این صدا سیمای، خیلی آدم خاکی. آره خیلی آره. پسر باحالی و ما هم اکثر گرفتیم. اون روز هم خیلی خسته و داغون رفتیم. دقیقا شیر بگیریم واسه بچه. دقیقا داغون داغون بودیم، رفتیم واسه بچه شیر بگیریم و خلاصه، یعنی بابا همجوری یه کابشن میشتیم رفتیم. همون روز تو بعد عکس گرفتیم، قیافه داغون، همه چی داغون، رفتم گفتم آقا عکس بگیریم. چرا؟ شب تا سوام واسه بچه شعر خونده بودی، صداش گرفته بود. اصلا لذتی بود. میبینین الان چند وقت صدای من گرفته؟ چرا؟ چون که واقعا بچه شبا اذیت میکنه، تا شعر نخونم ساکت نمیشه. فکرشو کنین شب تا صبح دارم شعر میخونم واسهش، اونم چی با این صدای داغون. میخوایدم؟ نه نه، اگه بخونم همین مخاطبی هم که داریم از دست میدیم. بعد به هم گفت داداش صدات یه جوریه، انگار رفتی استادیوم داد زدی. رفتی کنسرت داد زدی. آره. الان صدای من گرفت. دقیقا. بعد نگار گفت نه با شب تا صبح داره شعر میخونه. چقدر حرف زدیم. بریم ویدیو رو ببینیم. یاده خواهرزاده. ویدیو چیه؟ بریم آهنگ رو گوش بدیم. دایی رضا. اولی ما رضا پیش رو اونجا دیدیم. دقیقا دقیقا، اولی ماری که دید. خاطرهاش هست توی آهنگ قبلی فکر کنم، خاطرهاش رو گفتم. نه جدا از این که گفتن رضا پیش رو اومده ترکیه، یادم میلاد خوابشو دید. خوابشو دید. خوابشو دید. بعد گفت وای خواب رضا پیش رو رو دیدم، کلی تعریف کرد واسم. بعد صبح پاشدیم رفتیم مارکت خرید.
رفتی مارکت خرید به زور خواهرزادش هم برشیم با خودمون بریم و عاشق رضا پیشروه یعنی ما هم عاشقشیم میگم خاطرش رو تو قبلی هم گفتم آره بعد یه ها رفتیم رضا پیشرو رو دیدیم تا همه من همچه مونده بودم آره چون که واقعا رضا پیشرو یکی از اونهایی که باش یک عمر خاطره دارم یک عمر تو ایران ما ندیمش بعد فکر کن بعد سالها این همه سال اصلا طرفدارش یه ها میاد خارج از ایران یه توی مارکت هم دیگه میبینیم بود چقدر حال میده آره خیلی باحاله کسی که دوستش داری با تمام وجود دوستش داری یه دفعه میبینیش خیلی حال میکنی و دیگه خیلی حرف زدیم خیلی. بریم آهنگو گوش بدیم کلافگی دو از عشق رضا پیشرو وقتشی که پاشم از این خواب فکر کجا مونده برق و کاغذم ایران یادم رفته کدوم خونه مادرم ایناست تو کدوم خرابه ها میگفتیم با هم از ایمان تو درد درکی نبود میچسبیدیم به سر تو جم جنگی نبود میخندیدیم به هم بی درد داد رد بشیم بازم از این راه باور نمی کنی به هم خورده حالم از این حال از همین مسیرم بزنین تیکش یه لحظه خونه مادرم ایناست تو کدوم خرابه ها میگفتیم با هم از ایمان تو درد درکی نبود میچسبیدیم به سر تو جم جنگی نبود میخندیدیم به هم بی درد داد رد بشیم بازم از این راه باور نمی کنی به هم خورده حالم از این حال از هم... کی به هم نخورده واقعا این حال این زمان حال رو میگم ها حالا همه به هم خورده از این زمان یعنی آره. یه جورایی من همیشه میگفتم بدبخت اونایی که تو جنگ جهانی مثلا دوم بودن تو جنگ جهانی اول بودن الان واقعا تا همونطوری شد اون موقع مثلا تو جنگ جهانی اول بود یا اول بود دیگه تا اونم اومده بود هم جنگ بود هم تا اون فکرشو کن الان کرونا جنگ جهانی هم داره یه جورایی شکل میگیره واقعا وحشتناکه دیگه تا حال هممون بکنم از این حال به هم بخوره این مسیر اولین و آخرین بار این که روحای پلید و بیرون میکشم باز این جان آرزوهامون سبز نمیشم با ریا ننگای خب حالا تو تله ماهیان آرزوهامون سبز نمیشم با ریال درسته؟ که روحای پلید و بیرون میکشم باز این جان آرزوهامون سبز نمیشم با ریال واقعا دیگه با ریال سبز نمیشه ما فکر میکردیم با لیر سبز بشه با لیرم دیگه سبز نمیشه لیرم که فاتحش یه جورای خونده شو خیلی پایین اومد لیر خب حالا تو تله ماهیان اما تو قلب اخراجی و تپش نامی رو فاین که اصلا نفهمیدین ارزش ماها چی هست گیرمون انداختن تو قلعه واتیکان میگم ما ترسکمون نفت زمین تا بیای همین الان از اینجا میرفتم اگه راهی داشت پر میزدم به سمت خدا اگه اتاقی داشت تو جهانی که تو عریسگاهی خیلی من سمت خدا اگه راهی داشت دقیقا خیلی پیش رو معنوی شد و به نظرم خوبه این خوبه نه؟ یه جورایی آدم وقتی به یه چیزی اعتقاد داره چه خودتو داری نگاه میکنی؟ خوشگلی خوشگلی این بر ما میگرد شما خوشگلی داریم الان ریاکشن میدیم کاری زیاد میکنم شما هر جا هر کاری میخوای کن اینجا برمونه شما آزادی چی داشتم میگفتم؟ داشتید معنوی شده ولی رضا پیشو معنوی بود به نظرم نه اینه که معنوی بود شما سنت قد نمیده با اون چیزی که من دارم صحبت میکنم خودش لو آقا شوخی میکنم آ نه 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 سن شما خیلی بیشتره و فلان و مزه شوخی میکنم آ یه وقت فکر نکنین دارم نگار اذیت میکنم نگار فکر کنید خیلی اذیت میشه آره نه ولی خودش لو داد چقدر سن داره آ داشتم صحبت میکردم آره رضا پیشرو خیلی معنوی شده به نظرم و این خوبه چون که من خودم به شخصه وقتی به چیزی اعتقاد داشته باشم حالا نمیگم حتما دین و اینجور چیزا وقتی به یه چیزی اعتقاد قلبی داشته باشم بهتر کارام پیش میره و فکر میکنم اینم واسه هر کسی صادقه به من اعتقاد قلبی داری؟ شما قلبی، روحی، جسمی، فکری، ذهنی دیگه چی بگم؟ آفرین آره اگه اعتقاد قلبی نداشتم الان نشانه بارز اعتقاد قلبی اونجا نبود یه گناهی ساخت همش از خودم میپرسم بشته به انسان تیتاب نمیدم میدونم رامه کجا میام کلافم ولی حسلت رو ندارم اصلا نمیتونم از این دور سر درارم فقط وقتی پیش رو پا میکروفونه بر درارم وقتی حرفی نمیره تو مخ در
واقعا پیشرو باشه، پیشرو پا میکروفون معجزه میکنه، معجزه. ندارم کلافم، حتی یه محله ندارم، اونقدر پرین شده میخوام اقربه رو درارم، چرا نیفتاده هنو نفسم و حرارتام که میدونم آخر صدم از شهادت. بغل و روبه روی تو چرا، وقتی خود ما دنبال روی بوت خود ماست، خسته کارا خون میریسم به نام مومن ها. خوب نگاه کن ببین چه شعاری تو مشت ماست، ایران رو گذاشیم برای مزایده پاشه تا پرسه تو. بذار دوباره، ایران رو گذاشتیم واسه مزایده، واقعا از این ور چین از اون ور روسیه. باری تو مشت ماست، ایران رو گذاشتیم برای مزایده پاشه تا پر ستاره شدیم، ولی تو دنیای مردگان تو اساری ما تازه رفتیم تو سال 2000، عددهای رونده رو ساعت تو کد ماست. چی؟ متوجه نشدم. تازه رفتیم تو سال 2000. 2000 عددهای رونده رو ساعت تو کد ماست. تو ساعت. عددهای رونده تو ساعت. بزن عقب. کلن عدد بازی رو که دوست داره رضا. بذار باری تو مشت ماست، ایران رو گذاشیم برای مزایده پاشه تا پر ستاره شدیم، ولی تو دنیای مردگان تو اساری ما تازه رفتیم تو سال 2000، عددهای رونده رو ساعت تو کد ماست. خدایا قبل عددهای روندی رو متوجه نمیشم. 2000 عددهای باری تو مشت ماست، ایران رو گذاشیم برای مزایده پاشه تا پر ستاره شدیم، ولی تو دنیای مردگان پر ستاره شدیم، ولی تو دنیای مردگان. واقعا دقیقاً تو اساری ما تازه رفتیم تو سال 2000، عددهای رونده رو ساعت تو کد ما، تکنولوژی کرده دست دولت ها رو، رو هنوزم میخوام بردگی بکشم. دقیقاً همینه، تکنولوژی پدر همه رو در برده، واسه همین اینترنت ها رو میخوان محدود کنن دیگه، تکنولوژی همه رو رو کرده دستش. 2000 عددهای رونده رو ساعت تو کد ما، تکنولوژی کرده دست دولت ها رو، رو هنوزم میخوام بردگی بکشن قدرت ها با سور پول فقیر ها تو بمب و عکس شهدا هم روش، عمرمون رو گذاشتیم و نشد ما اما تموم، باید تلاقیم بذاریم سر علما کدو، یا واسه درس عبرت بکنیم نون بارو تو تنور، یا واسه بقای شما کنیم پولامون و حروم، حالا سرامون تو کونمون چوپانمون شرور. دقیقاً همینطوریه دیگه، بیخیال شدیم و میگیم راه خودمون رو ادامه دیم، کار نداشته باشیم، هر چند وقت یه بار یه نفری که گیر میکنه، مثلا خانوادش واسش مشکلی ایجاد میشه، میاد و شلوغ میکنه. اینو باید بدونیم که هر لحظه امکان داره واسه هر کدوممون یه مشکلی ایجاد شد، نباید سرمونو مثل کپک بکنیم تو برف. و دقیقاً اینجا رو راست میگه، طول کشید تا کنم دایره هامو، خیلی بیق بکنیم نون بارو تو تندور، یا واسه بقای شما کنیم پولامون و حرمون، حالا سرامون تو کونمون چوپانمون شرور. طول کشید تا کنم دایره هامو، خیلی بی قاعده برسم به قاعده کارو، با وجود دیگری پر کنم جای رضا رو، سایه به سایه بودم کشیدم خایه کارو، به عمیقتم معادله ای که واحد ما شد، داری جفت میاری چون که پیشو داده به تاسو. آقا اگه میبینیم واقعا آدم بعضی چیزا رو متوجه نمیشه دیگه، جدیدن پیش رو واقعا تکساش باید خیلی روش فکر کنی متوجه بشی. واسه همین دیگه اگه اولین بار زیاد خوب متوجه نشدیم معذرت. وقتی خوف شدی بهت گفتیم باطل پاشو، وقتی ما شدیم با همیشه بارد را شد، بارها صورت تو رو دیدم توی چهل، نمیشه با آدم و گفت چی دیدم تو مهت، مهره تا با سمینه کی دیدم تو دله، آتیش بهم گرستان و میمیرم تو بهش، جوری میرم تو دلش که کیرم توی زره، نمیذارم پیرم خونه گوسفند. آها خیلی دیگه تخصص شد، یکم عقب‌تر بزنیم. واسم اینه کی دیدم تو دله، آتیش بهم گلستان و میمیرم تو بهش، جوری میرم تو آتیش بهم گلستان. و خب اینجا شد ماجرای حضرت ابراهیم که رفت توی آتیش، آتیش گلستان شد، درسته؟ حضرت ابراهیم بود، نمیدونم. بذار واسم اینه کی دیدم تو دله، آتیش بهم گلستان و میمیرم تو بهش، جوری میرم تو دلش که کیرم توی زره، نمیذارم. خب میرم خونه گوسفند رو بدم به هم، خورشی رو بخوام سفری کنم تا یه شمشه. بذار گوسفند رو بدم به هم، بابا سمینه کی دیدم تو دله، آتیش به هم گارستان و میمیرم تو بهش، جوری میرم تو درش که کیرم توی زره، نمیذارم میرم خونه گوسفند رو بدم به هم، نمیذارم پیرهن خونه گوسفند رو بدم به هم. پس منظورش این نیست که مثلا منو بکشم پیرهن خونی رو ببرم. ماجرای حضرت یوسف اینطوری نیست. میگه نمیذارم منو گول بزنن، یعنی بگن طرفو کشتیم و پیرهنو بهم بدن. آره، یعنی پس میگه نمیذارم دیگه گول بخورم، یه جوری منظورش اینه. خورشی رو بخوام صف میکنم تا یه شب بشه، طول میکشه خیلی چیزا رو بگم بهت، نه خورشی رو بخوام یه سر بزنم یک شنبه، یعنی منظورش همون چیز یک شنبه های کلیسا، خورشید رو بخوام وای میسم یک شنبه. گوسفند رو بدم به هم، خورشید رو بخوام صف میکنم تا یه شنبه بشه، خورشید رو بخوام صف میکنم تا یک شنبه بشه.
بذار ادامهش هم بشنویم. شغفم ولی حوصله‌ت رو ندارم، اصلا نمیتونم از این دور سر ندارم، فقط وقتی پیش رو با میکروفون برقرارم، وقتی حرفی نمیره تو مخ درفی ندارم، شغفم حتی یه محله ندارم، ابوری شده میخوام عقربه رو درارم، چرا نیفتاده هنوز. آخ خیلی فکرمو درگیر کرد. شغفم حتی یه محله ندارم، اینجا رو خیلی دوست دارم. واقعا نداریم. نفسم حرارت اون که میدونم آخر صدم از شانت نگفته نمونده زیاد، هممون خوب میدونیم چی تو درون این آس کار کرد و خاک کرد و همون نمیداد به عشق رنگ خون. کامل سیاسی ها کار، ولی یه طوری چی میگن، یه طوری سختم هست در بیاری ته منظورش چیه. معنویات و سیاست اصلا دو مقوله مهمه، با هنرمندی تمام این دوتا رو داره قاطی میکنه. همون نمیداد به عشق جارنگ خون، دیدم به کرده به دلش واسه قهرمان تله میذارن سره، برسم اون بالا پای میشه با حرکت فلشه، رو به بالا باش بدون معرفت و کدره، با کسی وقت نداره به ته جهان زش برسه، صد سال هرچی ببینی علائمشه، چی فرقی بین اینا و فرائنمس، حق بده برگردم کلافه بشه من. هیچ فرقی نیست، هیچ فرقی. آقا کار خیلی قویه، خیلی قویه. یعنی دوست دارم اگه مثلا ریاکشن نبود و اینجا مجبور نبودم مثلا زیاد کلید نکنم، شاید هر کلمه رو 10 بار من هی برمیگردوندم آقا، ولی خب زمان ویدیو اجازه نمیده. خیلی خیلی بعد از این ویدیو میخوام کلید کنم روش و یعنی خیلی حال کردم با آهنگ. خیلی خیلی بخونه حال نکنه. دقیقا دو رو وقتی میبینی دلت یه جورایی شاید فکر میکردم مثل یک نباشه، ولی کلافگی دو به نظر من خیلی قشنگ بود. خیلی حالا ادامهشو گوش بدیم. عاشقم و اینا رو قلبم با طلا نوشته، هر کی شمشیر برون کشیده بلا گرفته، وقتی تو دلم نامیدم هوا گرفته، زمان سهره ولی شعرام خلافه، بردت پایین زندگی کردم تو بهار زنده، تو که دماغ کمانه بده کمال بزنه، شاهدای لیوان آبای شراب قرمز، قرانی کلافگی سه بدم بیرون، یه لیوان و شراب قرمز بدم بیرون، اون بیرون کو کاریامو کنم. بابا چرا عقب میزنم دوباره همونجا میاد. دردم تو بهار زنده، نو که دماغ کمانه بده کمال بزنه، شاهدای لیوان آبای شراب قرمز، نو که فکر کنم منظورش اینه که فقط جلوی چشم تو نبین، دورترم نگاه کن. بذار دردم تو بهار زنده، نو که دماغ کمانه بده کمال بزنه، شاهدای لیوان آبای کمال به ذهنت. حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. شراب قرمز قرانی کلافگی سه بدم بیرون، اون بیرون کاریامو کنم هی برم بیرون، این بازی رو جنده کردی مادی رو پری با هم دیگه طرفیم، فکر نکنی عین منی عین منی. اینجا تیکه انداخت. آره آره تیکه انداخت. اصلا به نظر من یه دفعه آخرش یه جور دیگه شد. بدم بیرون اون بیرون کاریامو کنم هی برم بیرون، این بازی رو جنده کردی مادی رو پری جانم پسرم قر میزنه فقط هم دیگه طرفیم، فکر نکنی عین منی عین منی، فکر نکنی عین منی، تیکش رو انداخت. بهتره که علیکی حدس و گمان نزنیم که بعدم اشتباه در بیاد. دقیق نمیدونم منظورش کی بود و همین دیگه. تو شکی داری؟ چرا اونطوری نگاه کردی؟ خواستم بگم و تمام، اجازه ندارم. بفرم و تمام گفتم. یعنی رو دلش مونده بود که این و تمامو بگه و تمامو نگفت نمیشه. آره نه پر تو حرف. من خیلی دوستش داشتم، یعنی یه جورایی از کلافگی یک شاید بیشتر. با کلافگی یک حرف نداشت، این خیلی بیشتر حرف داشت، ولی کلافگی یکم من عاشقشم. میدونی این کلافگی یک شاید یه طوری سرراست بود، ولی این اصلا تو یه دنیا و یه دیگه است. خیلی باحال بود، تناشه باید قوی تر بود، شاید قوی تر بود، ولی من کلافگی یکم دوست دارم، ولی این قوی تر بود. تنها شباهت نمیشه گفت شباهتش، ولی به نظر من بیشترین شباهتش همون بیت بود. شاید یه رگه هایی از کلافگی یکو داشت ویلا و الا، همش من میگم ویلا و الا، کامل فرق میکرد. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم و این اون رضا پیشرویه که من دوست دارم. واقعا رضا پیشروی توپ
تایپی که من دوست دارم تو این آهنگ خلاصه شده بود و همین دیگه، سرتون رو درد نیارم. نگار شما صحبتی چیزی؟ منم گفتم دیگه، من که در کل عاشق رضا پیشروم، عاشق صداشم، خیلی خفنه و پرفکت. این قوی تر بود از کلافگی یک، ولی عاشق کلافگی یک هم. خب این خیلی جدید تره دیگه. دلش نمیاد اصلا کسی رو ناراحت کنه. بوی من چه خوبم. آره حتی خودشو کلافگی یک بهتر بود، بعد میگه نه اینم قشنگ بود. نه با خودش درگیره. درگیری خوب، درگیری بد نه. و همین دیگه، خیلی ممنون که تا این مثل اینکه با خودم دوست دارم ربط حرفای نگار باید من خودم ترجمه کنم، یه کتاب چاپ کنم، هر کسی که تو کانال ما میاد سابسکرایب رو میزنه یه کتاب تحویلش بدم که بفهمه تازه حرفای نگار رو. البته فکر کنم یه کتاب واسه حرفای منم نیاز دارید. من تو دنیا دیگه هست فکر کنم. ممنون از این نصفشو تو مغزم میگم. ممنون از این که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. بله. اگه از این جور ویدیوها خوشتون میاد چقدر سوتی دادم تو این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنید اگه از این ویدیو خوشتون اومد، و اون زنگوله رو یادتون نره، حتما نوتیفیکیشن رو آل بذارید، این یادتون نره، این اینستاگراممون رو فالو کنید و تا ویدیوی بعد خدا یارو نگه داره شما. منم که دور پسرم مخواستم نشون بدم ولی دیگه بدرود حسشو نداره. نه اصلا ما حرف زدیم آرامش بیر، آهنگ میزنیم آرامش یه دار چورت بوده. ما قرار فالو کنید، شما خدا حافظی نمو کنید، خدا حافظی کردم و درود دیگر بدرود کردم. نما قرار نبود سابسکرایب اولش بگید، ایش اولش بگید. ما دوتا